منابع خبری از تعطیل یک مرکز اسلامی در شهر مونپولیه در جنوب فرانسه خبر دادند. روز چهارشنبه 16 همه نوامبر فرمانداری شهر مونپولیه با صدور اطلاعی اعلام کرد که یک مدرسه آموزش قرآن و یک سالن نمازخانه در حومه جنوبی شهر مونپولیه به بهانه آنکه فاقد مجوز فعالیت بوده تعطیل شده است. در این مرکز بیش از 90 کودک و نوجوان به صورت هفتگی با قرآن و زبان عربی آشنا می شدن، اما بازرسان فرمانداری مدعی شدند که در خلال این آموزش های مذهبی ایده های افراطی به کودکان و نوجوانان آموزش داده می شده است. همزمان دولت سوئد نیز تلاش می کند ضمن محدودسازی مدارس اسلامی قانونی را به تصویب برساند که به طور کلی مدارسی که آموزش مذهبی می دهند در سوئد ممنوع شود. لینا اکسلسون وزیر آموزش سابق سوئد در ابتدای سال میلادی جاری اعلام کرده بود این پروژه ابتدا بازگشایی مدارس جدید مذهبی به ویژه اسلامی را به طور کلی ممنوع و مدارس موجود هم اجازه افزایش دانش آموز نخواهند یافت و از سال 2024 به طور کلی مدارس مذهبی در سوئد برشیده خواهند شد. سختگیری ها در زمینه فعالیت مراکز اسلامی و مساجد و به ویژه مدارس اسلامی و کلاس های قرآن با قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در برخی کشورهای اروپای غربی تشدید یافته است. در این باره گفتگویی داشتم با سراج دین میردامادی روزنامه ساکن فرانسه و از ایشان پرسیدم ریشه و دلیل اصلی این برخوردهای کشورهای اروپایی با مراکز اسلامی و مدارس قرآنی چیست؟ با سلام و عرض ادب خدمت جناب و همه بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام در پاسخ به پرسشی که مطرح کردید ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که سیاست های اروپایی در قبال مراکز اسلامی بسته به دوری و نزدیکی این دولت ها به گرایشات سیاسی گوناگون گون البته تا حدودی متفاوت هستش گرایشات راست افراطی هم از اینکه در قدرت های محلی پارلمان های محلی شوراهای شهر اکثریت رو داشته باشند یا در دولت ها در وزارت کشور و مراکز امنیتی و انتظامی و یا در پارلمان ها و در سایر مراکز اکثریت و قدرت داشته باشن سختگیریشون نسبت به مراکز اسلامی در حد اعلا هستش و راست میانه تا حدود کمتری اونجاهایی که چپ هستند، هستن به ویژه چپ ها با گرایش کمونیست ها تا حدودی مدراگرانه تر با مراکز اسلامی برخورد میکنند. به ویژه در فرانسه و در اسکاندیناوی ولی بهانه اصلی این تزیقات ریشه و دلیل اصلیشون اون چیزی که مطرح میشه برخورد با افراطیگری اسلامی و تروریسم و برخوردها و اندیشه های ارهابی هستش که سنی های تند رو در این مراکز اسلامی ترویج میکنن به طور مشخص مثال و تجربه شخصی که خود من دارم در همین مسجد محله ما که در حومه جنوبی پاریس هست من برای نماز جماعت و نماز جمعه ها اغلب شرکت میکنم غیر از قرآن فقط کتاب فتاوای ابن تیمیه وجود داره و خود ابن تیمیه پدر معنوی و تاریخی داعش و القاعده هستش و تندروهای سنی به آراء او برای فتاوای در واقع تندروانه استناد میکنن این خودش دایر بر این هستش که اتهاماتی که مطرح میشه از واقعیت فاصله زیادی نداره ولی به طور کلی سیاست اروپایی ها این هستش که اسلام رو هر آنچه که میتوانند محدود کنند نمادها و مظاهر اسلام رو و آنچه که نمود بیرونی در جامعه داره رو محدود و محدودتر کنند این یک سیاست کلی بوده که خیلی ربطی به مواجهه اونها با داعش و گروه های افراتیگرایی اسلامی تندروی سنی و تروریست های القاعده نداشته ولی مجموعا به نظر میرسه که این حرکت های سرکوبگرانه و تصدیقاتی که ایجاد میکنن نتیجه درازمدتی نداشته نتایج کوتاه مدتی داره ولی نتونستن راه حل درستی رو برای همزیستی عادلانه و منصفانه بین همه ادیان و به ویژه با اسلام داشته باشند تبعیض هایی ایجاد میکنن اینا میگن دین از سیاست جداست و سکولاریزم و مبنای کار خودشون قرار میدن ولی عملا میبینیم که یهودی ها و مسیحی ها امتیازاتی دارن و به اونها را گرانه برخورد میشه اما با مسلمانان این مدارا دیده نمیشه و تزیقات رو به این بهانه ایجاد میکنن در حالی که مراکز اسلامی هم هستند که این تزیقات رو چشیدن ولی با افرادیگرای اسلامی و تندروهای سنی ارهابی هم ارتباطی نداشتند با تشکر از جناب میردامادی که از فرانسه با ما همراه بودند